این عمامه چند سیلی که شما رو سرت میگذاری خیلی سنگینه. خیلی اوضاع خیده، خیلی اوضاع خیده. درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. انتشار برخی گزارش‌ها و اظهار نظر تعدادی از مقام‌های اروپایی مبنی بر خروج اعضای خانواده برخی مقام‌های رژیم جمهوری اسلامی از ایران و تلاش تعداد زیادی از آنها برای دریافت اقامت کشورهای اروپایی در جریان خیزش انقلابی مردم ایران برای مدتی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. این حساسیت از آنجا ناشی می شود که اعتراض‌ها در ایران در جریان است و مقام‌های رژیم جمهوری اسلامی سابقه طولانی در اخذ اقامت برای خود و اعضای خانواده‌هایشان از کشورهای غربی دارند و بنابر برخی آمار همچون گزارش سال 2019 نیویورک تایمز در حال حاضر بیش از 7 تا 8 هزار نفر از وابستگان مقام‌های رژیم جمهوری اسلامی در کشورهای غربی اقامت دارند. همین مسئله به شکاف میان مردم با روحانیون شیعه حاکم بر ایران افزوده است. کسانی که مردم ایران به زودی برای آنها واژه انگلزاده را به جای آقازاده برگزیدند و فقط تابلوی زندگی دوگانه مقام‌های جمهوری اسلامی نیستند، بلکه نماد شکست 4 دهه گفتمان ایدئولوژیک در عرصه حکمرانی محسوب می شوند که همین مسئله منجر به جدایی مردم از کلیت این سیستم تبعیض آمیز شده است. حال در این میان که سران رژیم جمهوری اسلامی دائما در حال تکذیب حضور اعضای خانواده هایشان در خارج از ایران و اخذ اقامت کشورهای غربی هستند، وزارت خارجه بریتانیا لیستی ابتدایی را در اختیار خبرگزاری ها گذاشته است که در آن نام 470 نفر از اعضای خانواده و بستگان بالا رتبه ترین مقامات رژیم جمهوری اسلامی ذکر شده است. افرادی که در کشورهای مشترک المنافع از جمله انگلیس، کانادا و استرالیا زندگی می کنند. در این گزارش آمده است که این افراد با سوء استفاده از قوانین آزادانه بریتانیا که بنابر قصور والدین فرزندان و خانواده را از حقوق اجتماعی منع نمی‌کند، توانستند اقامت بگیرند و از آزادی‌ها و امکانات کشورهای غربی استفاده کنند، در حالی که خانواده‌های آنها بر مردم ایران زورگویی می‌کنند. در این لیست نام 5 تن از بستگان درجه 1 و 2 محمد باقر قالیباف، 9 تن از بستگان حسن روحانی، 17 نفر از بستگان علی خامنه‌ای، 23 نفر از بستگان هاشمی رفسنجانی، 18 نفر از بستگان ناطق نوری و همچنین صدها نفر از نزدیکان چهره های شاخص اصلاح طلب و اصولگرا دیده می شود. این در حالی است که این انگلزاده ها سالهاست به پدیده های خبرساز و حاشیه ساز در جمهوری اسلامی تبدیل شدند و هر چند یک بار یکی از آنها برای والدین و کل حاکمیت حاشیه مخالف و منتقد دست و پا می کند. از شمار فرزندان 470 هزار مدیر ریز و درشتی که در سیستم رژیم جمهوری اسلامی صاحب مسئولیت هستند، اطلاع چندانی در دست نیست، اما از برایند مجموع فعالیت‌های این انگلزاده‌ها در سال‌های اخیر می‌توان به یک صورتبندی روشنی رسید. صورتی که می‌گوید انگلزاده‌ها در ایران به 3 بخش فرنگ‌نشین، داخل‌نشین و انقلابی تقسیم می‌شوند. انگلزاده‌های فرنگ‌نشین جنجالی‌ترین و خبرساز‌ترین آنها هستند. زندگی آزاد و بهره‌مندی آنها از مواهب غرب با پولی که والدینشان از رژیم جمهوری اسلامی به خارج از کشور منتقل می کنند با خشم گسترده مردم ایران همراه شده است. مردم می گویند این دسته از انگلزاده ها برخلاف شعارها، ادعاها و نمایش های والدین خود در ایران زندگی متفاوتی دارند و حتی از امکانات زیرساختی غرب برای تقویت موقعیت والدین خود
در سیستم رژیم جمهوری اسلامی هم به روش‌های مختلف سوء استفاده می‌کنند. بخش قابل توجهی از آنها که تعداد آنها بیش از 4000 نفر اعلام شده است، بر اساس تصاویر و گزارش‌هایی که از آنها در دسترس است، زندگی متفاوتی از ایدئولوژی پدران و مادران به اصطلاح انقلابی خود دارند. این زندگی متفاوت و در تضاد آنها با ایدئولوژی به اصطلاح انقلابی اسلامی میتواند پاشنه آشیل هر مدیری در یک کشور باشد، اما گویا رژیم جمهوری اسلامی آنقدر دیوان سالار شده است که به این مسائل وقعی نمی نهد و هنوز پدران و خانواده های این افراد صاحب مناصب مدیریتی رد بالا می شوند. البته در مواردی هم رخ داده است که آن دسته از مدیران جمهوری اسلامی که فرزندان متفاوت با ایدئولوژی مذهبی دارند، ترجیح می دهند فرزندان خود را از معرض نظارت ها، داوری ها و رسانه ها به بهانه های مختلف به خارج از کشور بفرستند تا در آنجا آزادانه و بدون کمترین حاشیه‌ای به زندگی خود ادامه بدهند و سبک زندگی آنها دردسری برای والدین نشود. محمد علی رامین، همسر مهناز افشار، از مهمترین مصادیق این موضوع است. مدیری سوپر انقلابی که فرزندانش راه دیگری در پیش گرفتند و در نهایت سبک زندگی آنها همواره به عنوان نمونه ای از تبعیض برای شهروندان ایرانی ذکر شده است. این اتفاق حالا برای انسی خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی هم تکرار شده است و او را در معرض حذف از یکی از مهمترین پست‌های سیاسی قرار داده است. انسی خزعلی اما مدعی است که فرزندش در راستای تقویت و توسعه شرکت‌های دانش بنیان که علی خامنه ای خواستار حمایت از این قبیل شرکت هاست، راهی غرب شده و به ایران بازگشته است. علی خمینی، یکی از نوادگان روح الله خمینی، را هم البته نباید از نظر دور داشت که به واسطه ورشکسته شدن حوزه های علمیه در ایران، ترجیح داد ایران را هرچه زودتر ترک کند. موج مهاجرت روحانیون نام آشنا و گمنام از ایران برای تحصیل و اقامت در کشورهای دیگر از دیگر پدیده‌های زیرپوستی در جمهوری اسلامی است که تاکنون سعی شده است از نظرها دور نگه داشته شود. علی اکبر محتشمی پور، از روحانیون سابق صاحب منصب در جمهوری اسلامی، یکی از مهمترین مصادیق این مهاجرت هاست که در سالهای پایانی عمرش خارج از ایران زندگی کرد و بر اساس گزارش ها در پی ابتلا به بیماری همه‌گیر اخیر جان خود را از دست داد. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.